با سلام من کیانوش توکلی مدیر و صاحب امتیاز سایت ایران گلوبال هستم امشب میخوام درباره حمله موشکی سپاه پاسداران به پلنوم حزب دموکرات کردستان صحبت بکنم البته صحبت ها خیلی شده در این باره من نمیخوام اونا رو تکرار کنم بلکه به یه موضوع خیلی مهمی میخوام اشاره بکنم به محض حمله موشکی سپاه به مقر حزب دموکرات کردستان یکی از همکاران ما به نام وحید فرخنده ایشون طی نوشته تحت عنوان مقر تروریست های حزب دموکرات در اقلیم موشک باران شد بگونه این خبر تنظیم شد که در واقع کار سپاه پاسداران رو تایید میکرد و کسایی که تقریبا 15 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدن اونها رو تروریست اعلام کرد و از کار سپاه دفاع, دفاع کرد خب این مسئله یک مسئله حیثیتی بود برای اینکه کار ما به عنوان یک رسانه تشویق جنایات این نظام یعنی جمهوری اسلامی و ارگان های نظامی اون نیست حداقل این هست که ما باید در اخبار بیطرف باشیم اون خبر رو عینا بنویسیم اگر به عنوان خبرنگار یا تحلیلگر میتونیم خبر رو از تحلیل جدا کرده و نظر اون رو بیان بکنیم با این وجود این مطلب در سایت شخصی آقای وحید فرخنده که باختر امروز هست و عکس مصدق و غیره رو پشت زمینه این سایت قرار داده ایشون آشکارا از این اقدام جنایتکارانه دفاع کرد و من بلا فاصله اطلاعیه ای دادم تد عنوان درباره درج خبر حمله به مقر حزب دموکرات کردستان و اون را اعلام کردم که اولا این خبر رو تصدیق کردم کلمه تروریست رو از اون برداشتم و اطلاعیه در این دادم که ما کلا با این نوشته و این طرز فکر مخالفیم به خصوص این که ایشون نقل کرد منبع در واقع سایت شخصیشون بود یا سا سایت ایشون بود و باید منبع رو اعلام میکردن و در حقیقت این برای ما دشواری ایجاد کرد و خیلی دوستانی که مخالف جمهوری اسلامی بودند به ایشون یعنی به وحید فرخنده مشکوک شدن گفتن این نفوزی سپاس که من نوشتم نه اینطور نیست ایشون حالا پناجوی یا تازه پناهندگی گرفته در یک کشور اروپایی زندگی میکنه و متاسفانه اون تفکر پانیرانیستی منجر به این شد که در واقع دفاع بکنه از عملیات جنایتکارانه سپاه پاسداران و این نکته رو توجه کنید این نکته که ما دو تا حزب دموکرات داریم یکی حزب دموکرات کردستان ایران که این حزب رسما اعلام جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی رو داده و دیگری حزب دموکرات کردستان بدون نام ایران همون حزبی بود که پلنوم داشت در اون به اقلیم کردستان و اتفاقا این حزب مخالف مبارزه مسلحانه هست بلکه مبارزه مدنی و سیاسی تاکتیک عمده این حزب هست و مبارزه دفاع مسلحانه فقط زمانی که مورد حجوم پاستارا قرار بگیره این رهنمود رو داده حالا جمهوری اسلامی اومده دقیقا این حزبی رو که در دفاع, در دفاع از مبارزه مدنی و سیاسی در کردستان رو تر می کرد رو مورد حجوم قرار داد پونزه نفر کشته و پنجاه نفر زخمی شدن چند نفر هم ناپدید خب حالا ما به عنوان یک رسانه اونم رسانه ای که میگه آقا ما متعلق به اپوزیسیون آزادی خواه ایران هستیم چگونه میتونیم با این مسئله در کنار سپاه پاسداران قرار بگیریم وقتی من اعتراض کردم که شما آقا از این اینکه این, این اکانت رو برای شما قائل شدم که مطلب بزنین مطالبی رو بزنین به هر حال در مورد اخبار حداقل این بود که خبر رو از تفسیر جدا می کردید و منبر رو می یا نام نویسنده رو می نوشتیم به گونه این مطلب در سایت ایران گلوبال در شد که انگار ما چی میگن تایید کردیم که من بلافاصله اون رو تحصیل کردم و اطلاعیه دادم موضوع خیلی مهم این هست که این یک تفکر از اردشیر زاهدی میگیره تا امید دانه و وحید فرخنده و و و خیلی های دیگه که الان پنهان هم خیلی هم خوشحال که سپاه عملیات کرده شب تا صبح هم خودشون رو آزادی خواب و ملی میدونید دوستان ایران یک کشور اتنیکی هست ما کرد و بلوچ و ترک و ترکمن و عرب و گیلک و مازندرانی داریم زبان فارسی هم زبان مشترک یا زبان رسمی هست بنابراین در کشوری که موزاییک اتنیکی داره ما باید خیلی مراقب باشیم کردها خواسته هایی دارن که اگر حکومت مرکزی به اون خواسته ها پایبند باشه مثل زبان مادری مثل خودمختاری یا خودگردانی یا عدم تمرکزی یا هر مسئله دیگه ای بنابراین موضوع کردستان موضوع سیاسی هست اینها تحت عنوان دفاع از تمامیت ارزی من میدونم اینا نفوذی سپا نیستن ولی دفاع از تمامیت ارزی دفاع از خاک اونها رو میکشونه به همکاری و حمایت از جنایت سپاه کار ما رسانه های دموکراتیک یا رسانه های مربوط به اپوزیسیون آزادی خواه تشویق جنایت این نظام جانی و جنایتکار نیست و اگر هم میخوایم فرض کن نقد کنیم مثلا حزب دموکرات کردستان ایران که مبارزه مسلحانه میکنه علیه جمهوری اسلامی خب میتونیم اون رو نقد بکنیم وقتی که اونها حمله میکنن به سربازان یا نظامیان ایران بیایم نکنیم کنیم که این روش رو ردش کنیم و نه اینکه وقتی اونها هفت موشک میزنن به یه مرکز سیاسی یه پلنوم سیاسی که اگر یه کشور دموکراتیک بود این پلنوم باید توی کردستان ایران برگزار میشد و دولت ازش حمایت میکرد بالاخره این احزاب هستن که کشور رو درست میکنن بنابراین من این توضیحات رو دادم و این خطر خطر خیلی مهمیه متاسفانه روز به روز هم داره گسترش پیدا میکنه اگر امید دانا اون رو به شکل خیلی بدی تر میکنه خیلی ها به طور چی میگن ناپیدا دارن همون خط رو پیش میبرن ما در یک کشور چند فرهنگی چند زبانی چند اتنیکی داریم زندگی میکنیم و ایران سوئد دانمارک یا سوئیس یا کشورهای دیگه نیست ما این حساسیت رو داشته باشیم و با مسائل سیاسی سیاسی برخورد بکنیم امیدواریم که این موضوع مورد بحث سایر احزاب و سازمان ها قرار بگیره نه به خاطر اون یه دونه اعلامی بلکه به خاطر اون تفکر پنیرانیستی که روز به روز در واقع مردمان ایران رو بیشتر از هم جدا میکنه شب و روزتون خوش